بر شما سوم دی ماه 1400 خورشیدی و 24 دسامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به امکانات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور. پرده آخرم آخر برنامه. هفته پیش درباره امکانات جمهوری اسلامی در داخل کشور برنامه داشتیم و امشب درباره امکانات جمهوری اسلامی در خارج از کشور برنامه خواهیم داشت که این امکانات رو به امکانات تبلیغاتی و چه می‌دونم مثلا نرم افزاری و امکانات سخت افزاری به اصطلاح یعنی تروریسم تقسیم می‌کنیم. و وقتی که امروز رو نگاه میکنیم، من اول میگم که در واقع چه نتیجه خواهیم گرفت از گزارش امشب. به این نتیجه میرسیم که موقعیت جمهوری اسلامی با تمام گذشته خودش در امروز متفاوت است. یعنی تلاشی که داره میکنه جمهوری اسلامی نه برای گسترش امکاناتی است که در 14 دهه گذشته ساخته، بلکه برای حفظ همون امکاناته. این تفاوت رو حالا خواهیم دید در ادامه برنامه. بذارین یکی یکی بریم جلو. احکام ترور و آدم ربایی در خارج از کشور از روز اول حکومت جمهوری اسلامی صادر شد و اجرا شد. با ترور شهریار شفیق، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش، ارتش نظام حکومتی قبل از انقلاب و فرزند اشرف پهلوی در سال 58 در فرانسه، و بعد با ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در قبل از انقلاب در آمریکا در سال 59 ادامه پیدا کرد. ده ها ایرانی به دست ماموران جمهوری اسلامی در 13 سال 58 تا 71 در خارج از کشور ترور شدند، تا شهریور 1371 که ترور صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و چند نفر همراهش در رستوران میکونوس در برلین در آلمان به محکومیت علنی، حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در جهان منجر شد. بالاخره حکم دادگاه میکونوس در 21 فروردین 1376 صادر شد. دادگاه حکم جلب بین المللی در سال 1376 صادر شد و همون حکم جلب بین المللی برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر کرد و حکم داد که ترور با اطلاع و زمینه سازی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر رفسنجانی رئیس جمهور وقت و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی انجام شده. این افراد هنوز هم تحت تعقیب اینترپل پلیس بین المللن و نمیتونن از ایران خارج بشن. البته رفسنجانی قبل از اینکه از ایران خارج بشه که مرد. بله، ادامهش رو بزنین کوتاه من براتون بخونم. پس از این حکم آلمان و ایران سفرهای خود در دو کشور را فرا خواندند و آلمان 4 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سفرهای خود را از ایران فرا خواندند. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به این حرکت اتحادیه اروپا سفیران خود را از کشورهای عضو این اتحادیه فرا خواند و روابط دو طرف دچار بحران شد تا 3 ماه بعد و ریاست جمهوری محمد خاتمی. با دولت خاتمی جمهوری اسلامی تعهد داد که در خاک کشورهای اروپایی دیگر دست به عملیات تروریستی نزند. روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد. تمدن‌ها خواستن با هم گفتگو بکنند دیگه. این تعهد در کشورهای اروپایی، این تعهد دست نزدن به عملیات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی کم و بیش وجود داشت. تو کشورهای دیگه البته همچنان عملیات تروریستی، آدم ربایی، کشتن افراد بوده. تو همین مدت، حالا بهش خواهم پرداخت بلا فاصله بعد از دادگاه میکونوس. باری تا سال 1394 در اروپا رو دارم عرض میکنم، از 71 تا 94 که
کم و بیش این تعهد وجود داشت. در سال 1394 محمد رضا کلاهی متهم بمب‌گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 60 در تهران در هلند ترور و کشته میشه. سال 94 جمهوری اسلامی به دو تا بزهکار سابق دار هلندی ظاهرا پول داده بود کلاهی رو بکشن و این کارو کردن که دولت هلند هم پلیس هلند هم اون دو تا رو گرفت و اینها. وزیر خارجه هلند گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی ترور در هلند دخیل بوده است. وزیر امور خارجه دانمارک اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است. مگه میشه که این مزدورا بدون سازماندهی سفارت جمهوری اسلامی در هلند و کشورهای همجوار پیدا شده باشن، پول گرفته باشن و ترور کرده باشن؟ امکانات میخواد دیگه، این امکانات سفارت باید باشه. ببینین اینا حدس و گمان نیست. وقتی محمد مخبر معاون اول رئیسی میگوید سفارت خونه ها در دور زدن تحریم ها فعالند، یعنی در هر کار غیر قانونی مثل ترور هم جمهوری اسلامی از طریق سفارت خونه هاش فعاله. در یکی از این انتقال پولهایی که داده شد به یکی از کشورها، ردی از این که این مال تجهیزات واکسنه دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزات بیاریم. بعدیش هم سفیر عزیزمون با عنوان اسباب خونش آورد خلاصه کشور. تحریم های بانکی تحریم یک جانبه آمریکا نیست که بخوان اینجوری توجیهش بکنن. تحریمی است به دلیل نپذیرفتن کنوانسیون شفافیت تراکنش های مالی بین المللی و جلوگیری از کمک مالی به تروریسم، یعنی خلاصه FATF، یعنی یک تحریم بین المللی بانکی است علیه جمهوری اسلامی که حاضر به پذیرش FATF نیست. خب معاون اول رئیس جمهور فرمودن که این تحریم بین المللی رو ببخشید سفیر جمهوری اسلامی حق بازانه دور زده و به مسخره ترین شکلی هم میگه دیگه. من چه میدونم اینا چقدر هم دیپلومات هم. و چون وسائل و بسته های دیپلماتیک چک نمیشه قاعدتا در این جای دنیا، آقای سفیر تونسته وسائلی رو به اسم لوازم خونش بار بزنه بیاره ایران. خب چرا این آقای سفیر نمیتونه اسلحه و مواد مخدر بار بزنه و از ایران به کشوری که توش سفیره ببره؟ باری قبلا ترورها در خارج از کشور یا نادیده گرفته میشد واقعا از طرف کشورهای اروپایی، یا به هر حال تروریست ها به راحتی به ایران بر میگشتن. اخیراً در دادگاه‌هایی که دستگاه‌های قضایی کشورهای هدف ترور تونستن برگزار کنن، یک یا دو دیپلمات جمهوری اسلامی هم محکوم شدند. بارزترین نمونش اسدالله اسدی است، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش، که یک شبکه ترور در کشورهای اروپا تشکیل داده بود و هدفش بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق در پاریس در سال 1397 در اوورسواز همه پاریس بود. سال 97 همون سال تو آلمان دستگیر میشه قبل از اینکه اون انفجار انجام بگیره. دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی رو محاکمه میکنه و بهش حکم 20 سال زندان میده. یک نکته مهم اینجاست. مثال وقتی عبدالرحمن قاسملو دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1368 در وین اتریش ترور شد، دولت اتریش تروریستا رو آزاد کرد و به همسر قاسملو گفت که مناسبات ما با ایران و نمیخوایم لطمه دار بشه و آبرومون نمیخوایم بره. دو تا از تروریستا در محل ترور عبدالرحمن قاسملو، اسمشون سهرارودی، از فرماندهان
نیروی قدس سپاه و بزرگیان بود که البته هر دو همین الان کاره ایان در جمهوری اسلامی. ما تصمیم گرفتیم که علیه دولت اتریش اقامه دعوا کنیم، علیه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دادگستری. من با اینها بارها ملاقات کردم، آنها فقط مؤدب بودند. به من گفتند که دولت ایران به آنها گفته است که باید سهرارودی و بزرگیان را آزاد کنند، وگرنه جمهوری اسلامی فاش خواهد کرد که آنها هم به ایران و هم به عراق اسلحه فروختند. آن موقع ایران و عراق در حال جنگ بودند و اتریش خود را بی‌طرف اعلام کرده بود. خب من درباره ترور قاسملو و سهرارودی که بعداً هم در دولت روحانی و هم قبلش در دولت احمدی نژاد در اون دوره ها در واقع پست علنی داشت، قبلا گفتم درباره اینکه او رئیس دفتر علی لاریجانی بود وقتی علی لاریجانی رئیس مجلس بود و بعد در دوره روحانی هم سهرارودی شد مسئول هماهنگی مهمانان خارجی ریاست جمهوری. سهرارودی دومین فرمانده قرارگاه رمضان بود، اولین فرماندهش باقر ذوالقدر بود. قرارگاه رمضان در واقع قرارگاهی بود در ساختار معاونت اطلاعات سپاه که مستقیما در پیوند با ترورها به ویژه ترورهای خارج از کشور فعالیت میکرد و میکنه. باری حالا سهرارودی و بزرگیان تشمه برن ایران بعد از ترور قاسملو و شنیدین که خانم نسرین و قاسملو چی گفتن. همین مناسبات و باجگیری رو در واقع جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگری از جمله فرانسه داشت. وقتی شاپور بختیار در پاریس در سال 1370 ترور شد، دولت فرانسه تروریست‌ها رو به ایران برگردون به نشانه همین مناسبات غیر انسانی بین دولت‌ها. ولی اینو خواستم بگم، گفتم یه نکته مهمی اینجاست. وقتی سال 1397 اسدالله اسدی که میخواست در همایش مجاهدین در پاریس بمب بذاره، یک شبکه‌ای درست کرده بود، اسدالله اسدی در آلمان بازداشت میشه، نه فقط اتریش نمیگه که این دیپلمات ایران در اتریش بوده، آدم سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود دیگه در بیان، اتریش نمیگه که پسش بدین به ما بعدم یه امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و بفرستش ایران. یا آلمان که اسدی تو آلمان باز دستگیر شد، آلمان نمیگه حالا بیایم از این موقعیت استفاده ای بکنیم، بگیم تو آلمان گرفتینش بگیریمش بعد با جمهوری اسلامی یه معامله ای بکنیم و بفرستیمش ایران. کاری که در تمام لااقل دو دهه اول بعد از انقلاب کشورهای اروپایی کم و بیش همشون کردن، مخصوصا کشورهای اصلی اروپا. فرانسه حتی که قاتلای شاپور بختیار و دوره فکر می‌کنم ریاست جمهوری شیراک بود، ولی وزیر کشورش رو خوب یادم، شارل پاسکوا وزیر کشور دست راستی اون موقع فرانسه بود زمانی که شاپور بختیار ترور شد، سلاخی شد در واقع تو خونش، خیلی راحت آقای پاسکوا دفاع کرد از اینکه از این معاملش با جمهوری اسلامی که تروریست‌ها رو برگردونده ایران. ولی این بار در سال 97 وقتی که اسدالله اسدی دستگیر میشه، فرانسه خیلی جدی تبریک میگه به اتحادیه اروپا که اسدی رو دستگیر کردن و دولت فرانسه اعلام میکند که وزارت اطلاعات ایران پشت این عملیات ترور علیه گردمای مجاهدین بود. و حتی یک دیپلمات جمهوری اسلامی در پاریس رو در پیوند با همین شبکه ترور اخراج میکنه. و دادگاه ضد تروریسم اتحادیه اروپا که در بلژیکه اسدی رو تحویل میگیره و محاکمه میکنه و 20 سال یعنی حد اکثر مجازات رو براش میبره. این در واقع محاکمه ای بود که دادگاه اتحادیه اروپا گذاشت و حکم داد به 20 سال حبس برای کسی که دستور از
حکومت جمهوری اسلامی داشت. این روی کرده اتحادیه اروپا به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی خب خیلی فرق میکنه با نرمش اتحادیه اروپا در برابر تهران بعد از هر تروری که قبلها انجام میداد. حالا چراییش رو بزنیم بعدا صحبت بکنیم. همزمان با ترور ایرانی ها در اروپا و آمریکا و ترکیه و امارات و کشورهای دیگر، عملیات تروریستی متعددی رو در تمام این سالها علیه شهروندان کشورهای دیگه جمهوری اسلامی انجام داده، از جمله چند تایش رو که شنیدین شاید بعضن عرض میکنم خدمتون: انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین در آمریکای جنوبی در سال 1373 که بیش از 300 زخمی و 85 کشته داشت. اونجا هم از معدود دادگاه هایی که علیه مقامات جمهوری اسلامی تشکیل شد، عده‌ای از مسئولان رد اول حکومت ایران رو محکوم کرد دادگاه. و همین احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی از شمار افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل به علت دست داشتن در انفجار آرژانتین. سال 1390 آمریکا اعلام کرد دو تروریست ایرانی در خاک آمریکا قصد ترور سفیر عربستان سعودی در این کشور رو داشتن که یکیشون منصور ارباب سیار یا سیار دستگیر و محاکمه میشه و الان زندانه، و یکی دیگه که عضو نیروی قدس سپاه پاسداران بوده به اسم غلام شکوری متواری میشه. غلام شکوری معاون صحرارودی بود در قرارگاه رمضان که عرض کردم خدمتتون. حالا دیگه اینا تحت چه پوششی به آمریکا هم اومدن و این کارا رو کردن و اینها بعدم در رفتن دیگه نمیتونم. یکی دیگه از امکاناتی که جمهوری اسلامی خیلی روش سرمایه گذاری کرده و در واقع هویت بین المللی جمهوری اسلامی رو ساخته تروریسمه، به اسم کمک به مسلمانان جهان. دیگه نه فقط در پیوند با کشتن تک تک افراد در بانکوک، تایلند یک رشته انفجار در اماکن عمومی شد که بعد پلیس و دستگاه قضایی تایلند چند ایرانی رو گرفتن که یکشون حبس ابد خورد در همون کشور و یکی دیگه حبس طویل المدت 1390. سه ایرانی دیگه هم در همین پیوند گرفتن که بعدن با کایلی مور استرالیایی زندانی در ایران مبادلش کردن. مقامات تایلند ایران را به بمبگذاری برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در این کشور متهم کردند. باز همون سال 90 پلیس هند رسما اعلام کرد که ایران مسئول انفجار بمب در دهلی نوست که هدفش کشتن دیپلمات‌های اسرائیلی بوده. تو اون انفجار دو کارمند سفارت اسرائیل در دهلی و دو نفر عابر بیچاره زخمی شدند. سال 91 پلیس کنیا دو نفر، کنیا در آفریقا، دو نفر ایرانی را به نامهای احمد ابوالفتحی و سید محمد موسوی به اتهام تروریسم دستگیر کرد. این افراد عضو نیروی قدس سپاه معرفی شدند و اتهام آنها انتقال بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره اعلام شد. بعد سال 94 در بحرین یک کارخانه بزرگ تولید بمب کشف میشه و عده‌ای از افراد نیروی قدس سپاه دستگیر میشن. سال 1399 نقشه جمهوری اسلامی برای ترور لانا مارک سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی فاش شد. طرح ترور را شبکه مخفی در سفارتخانه جمهوری اسلامی در پریتوریا پایتخت آفریقای جنوبی ریخته بود. و همین دو ماه پیش در آبان 1400 باز در کنیا پلیس کنیا اعلام کرد که یک افسر اطلاعاتی ایران با نام محمد سعید گلابی با تیمی از کنیایی ها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مؤسسات خصوصی دولتی با هدف حمله به آنها و مؤسسات مشابه در کشورهای همسایه فعالیت داشته. هدف مراکز دیپلماتیک اسرائیل در این کشورها. نمیدونم چرا کنیا بیش از کشورهای دیگه در آفریقا محلی شده است برای فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اجازه بدین من در پیوند با طالبان و القاعده هم نکاتی رو خدمتون عرض بکنم که بخشیش رو در برنامه های قبلی هم شاید گفته باشم. خبرگزاری ایسنا در 28 آذر 1400 نوشت سخنگوی طالبان از دیدار سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان با وزیر امور خارجه کشورمان و رایزنی درباره مسائل دو جانبه خبر داد. این دیدار در پاکستان صورت گرفت.
هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان بر افغانستان رو به رسمیت نشناخته. البته به رسمیت شناختن ها چند جوره، دو فاکتو، دو جوغ و اینها، که هیچ کس به رسمیت نشناخته در هیچ صورتی. هرچند که طالبان در تنها کشوری که چون موقعی که رسماً و علناً عملیات تروریستی انجام دادن به پاکستان رفت آمد داشتن و دستگاه امنیتی پاکستان هم میدونست و هممون میدونیم و الان هم همینطوره و این دیدار هم در پاکستان انجام گرفته، دیدار وزارت خارجه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مثلا وزیر خارجه فعلا دولت موقت طالبان. عرض کردم هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان بر افغانستان رو به رسمیت نشناخته، اما دیدار رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با سرپرست وزارت خارجه طالبان یعنی رسمیت داشتن حکومت طالبان بر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران. روابط طالبان با القاعده روشنه. موقعی که حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر 2001 در داخل خاک آمریکا انجام شد و در واقع نقطه‌ای بود که از اون نقطه، از اون مکان جغرافیای نظامی منطقه در واقع به هم خورد، رهبران القاعده در پناه دولت طالبان در افغانستان بودند. موقع میدونید دیگه طالبان 20 سال پیش دولت داشت در افغانستان. دولت آمریکا اون موقع از طالبان خواست، دولت طالبان در واقع خواست که رهبران القاعده رو تسلیم بکنه، چون اون عملیات تروریستی رو در خاک آمریکا انجام داده بود، اینقدر هم کشته داده بود آمریکا و اینها. درخواست آمریکا رد شد از سوی طالبان و همین رد درخواست باعث حمله نظامی آمریکا به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان شد اون موقع. حالا 20 سال بعد از اون ماجرا طالبان دوباره قدرت رو در افغانستان به دست گرفته و رهبران القاعده تقریبا در تمام این 20 سال گذشته در ایران در پناه جمهوری اسلامی بودند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 25 آذر 1400 گزارش سالانه تروریسم خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در آن کشور هستند به دست عدالت بسپارد و از معرفی علنی آن اعضا که در ایران هستند خودداری می‌کند. جان جفری، هماهنگ کننده موقت امور مقابله با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، هم در جلسه‌ای با خبرنگاران و در مورد این گزارش گفت ایران به حمایت خود از عوامل تروریستی در منطقه و گروه‌های نیابتی در بحرین، عراق، لبنان، سوریه، یمن از جمله حزب الله و حماس ادامه می‌دهد. سران ارشد القاعده هم هنوز به سکونت خود در ایران ادامه می‌دهند. اعضای ارشد القاعده در ایران کیان؟ تونتون چند تا مهمترین‌هاشون رو عرض می‌کنم خدمتتون. سلیمان ابوالقیس الکویتی، همسر فاطمه بن لادن، دختر اسامه بن لادن. سعد بن لادن، پسر بزرگ اسامه بن لادن و داماد ایمن زواهری، فرد شماره دو القاعده در زمان اسامه بن لادن. دو پسر دیگر بن لادن، حسن بن لادن و محمد بن لادن، و پسر کوچکتر حمزه بن لادن که کوچکترین پسر بن لادن بود، کشته شد. البته این حمزه بن لادن موقعی که حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا انجام میشه، حمزه 11 سالش بود. بعد از اون حملات با عده‌ای از رهبران القاعده و بقیه اعضای خانواده بزرگ اسامه بن لادن، پرشمار اسامه بن لادن، به ایران پناهنده میشن. حالا ما میگیم پناهنده میشن. حمزه بن لادن در سن 17 سالگی در تهران ازدواج میکنه با دختر ابو محمد المصری، از رهبران ارشد القاعده در ایران. 4 سال بعد حمزه بن لادن میره در مرز افغانستان و پاکستان، در جنگ جهادیشون کشته میشه، در ادامه جنگ جهادیشون. پدرزن حمزه بن لادن، ابو محمد المصری، پارسال تو خیابون پاسداران تهران، گلستان یکم، ترور شد، کشته شد. تو ماشین مریم زن حمزه بن لادن هم بود که اونم کشته شد. یعنی دو تا دخترای بن لادن با دامادای بن لادن در ایران اقامت کردند که یکیشون کشته شد. نیویورک تایمز
نوشت ماموران ویژه اسرائیل در ایران ابو محمد المصری را کشتند. مصری از مسئولان انفجار سفارت آمریکا در نایروبی کنیا بود در سال 1367 خورشیدی که در اثر اون انفجار 214 نفر کشته شدند. به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا المصری از سال 2003 میلادی ایران بوده و حداقل از سال 2015 در خیابان پاسداران تهران همون جایی که کشته شد آزادانه زندگی میکرده، یعنی 18 سال در ایران زندگی میکرده. فرد مهم دیگر القاعده که عملا این شبکه را از داخل ایران چندین سال رهبری کرده سیف العدل، رهبر نظامی و فرمانده کل شبکه القاعده است. بقیه رهبران القاعده که در ایرانن، یکی عبدالرحمن مغربی است، عبدالرحمن المغربی رئیس عملیات رسانه‌ای القاعده به اصطلاح که مؤسسه اصلی القاعده، مؤسسه اصلی رسانه‌ای القاعده از صحاب رو او در دست داره اداره میکنه و مسئولیت تدارکات القاعده هم با کسی دیگری است که او هم در ایران، یاسین از سوری که او هم مقرش در تهران. این آدم از سالها پیش مسئول حمل و نقل و حمل و نقل پول و پرسنل به داخل و خارج از ایران بوده. یکی دیگرشون در ایران که از نسل جدید القاعده است به اصطلاح و از فرماندهان نظامی این شبکه تروریستی ابو حمزه الخالدی است که 14-15 سال عضو القاعده است، از سال 1386 که با یاسین از سوری مسئول تدارکات القاعده در ایران کار میکنه، به عنوان سرشبکه پیوند بین سلولهای القاعده و رهبران این شبکه در افغانستان، پاکستان و ایران. در گزارش کمیسیون 11 سپتامبر ذکر شده است در آمریکا، ذکر شده است که در دهه 90 میلادی اعضای ارشد عملیاتی القاعده برای دریافت آموزش مواد انفجاری به ایران رفتند، در حالی که دیگران در لبنان از حزب الله مشاوره و آموزش دریافت کردند. اینا همال پیش از عملیات 11 سپتامبر. پیش از 11 سپتامبر 2001 شماری از هواپیما ربایان القاعده از مرزهای ایران عبور کرده بودند. بر مبنای گزارش کمیسیون اختلافات سنی شیعه برای ایران و القاعده لزوماً مانع غیر قابل عبوری در برابر همکاری در عملیات تروریستی هیچگاه نبوده است. این مقدمه رو داشته باشین، بریم خدمت آقای حسن دایی، کارشناس ارشد روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای دایی، شورای روابط خارجی آمریکا در 23 بهمن 1399 نوشت جمهوری اسلامی امکانات رهبری شبکه القاعده از داخل ایران را برای رهبران این شبکه فراهم می کند. سوالم این است که این امکانات رهبری القاعده از داخل ایران را برای رهبران القاعده فراهم می کند، ضمناً یک باجگیری از غرب هم به نظر میاد که هست، یعنی ما دشمنان تو رو در کنترل خودمون داریم، اگر آنچه می خواهیم به همون ندی میذاریم که اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن. خب جایگاه این باجگیری مربوط به همین موضوع رهبران القاعده در ایران رو عرض می کنم امروز چقدر اهمیت داره، یعنی چقدر مایه قدرت جمهوری اسلامی است و چقدر مایه تسلیم شدن غرب در برابر باج‌خواهی جمهوری اسلامی است، چه آمریکا چه اروپا، یعنی هر جایی که القاعده بتونه عملیات بکنه. سلام دارم خدمتتون، سلام به بینندگان عزیز. عرض کنم که شما بخش کوچکی از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج گفتید. واقعا خب سیاست کلی جمهوری اسلامی در این 40 سال 42 سال استفاده از ترور و خشونت و کشتار در داخل و در خارج بوده، اینا دروی یک سکه. و ما اگه بخوام صحبت بکنیم روزها باید بشینیم اینها رو آمارش رو بگیم، این رو دیگه همه میدونن. در خارج کشورم واقعش اینه که از هر ابزاری استفاده میکنه، همینطور که اشاره کردید، از بزهکاران، از گروه نیابتی خودش مثل حزب الله و دیگران مثلا بخواد استفاده بکنه، شبکه‌های وزارت اطلاعات، شبکه‌های سپاه قدس و القاعده. یعنی استفاده از القاعده در عمل بوده، فقط باجگیری خاص هم نیست، استفاده کرده در گذشته، استفاده کرده، بازم خواهد کرد. حالا اینکه چقدر غرب
باج خواهد داد به جمهوری اسلامی. متاسفانه خب باید گفتش که غرب، آمریکا و اروپا ظرفیت بسیار بالایی در باج دادن به جمهوری اسلامی و تحمل رفتارهای جمهوری اسلامی رو داشته و دارن. کمتر شده، جدیتر میستن. البته خب میستن هم به این معناست که در با تحریم‌ها و کارهای دیگه سعی میکنن فشار بیارن، ولی هنوز جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تا همین الان که صحبت میکنیم کلی گروگان در ایران داره عملیات داره در تمام دنیا میکنه و واقعا پاسخ مناسب نه. هنوز اروپا به این تصمیم نرسیده که حزب الله لبنان رو یه گروه تروریستی اعلام بکنه. این سیاست مماشات واقعا بوده، حالا دلایلش میشه بررسی کرد، ولی متاسفانه بوده. من نمیخوام بگذرم از این ماجرای باج دادن به جمهوری اسلامی، چون هم از نظر تبلیغاتی بسیار کمک میکنه به جمهوری اسلامی. فرض بفرمایید که این میگم تبلیغاتی، من بزنین یه مثال بزنم خدمتون های دایی، شاید بیننده ها هم هنوز ندونن، خبر هنوز به اصطلاح داغ باشه، که مطبوعات جمهوری اسلامی در داخل ایران، روزنامه ها، خبرگزاری هاشون به اصطلاح اینا نوشتن که خانم شقایق باپیری که در تیم ملی هندبال دختران جمهوری، زنان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بازی میکرد، در اسپانیا دیگه بر نگشت به ایران و پناهنده شد، ولی اسپانیا پناهندگیش رو رد کرد و الان در حال رایزنی با آقای فلانی بازجو، با آقای فلانی که بازجو بوده حالا نمیدونم یه کاره یه، در حال رایزنی با اوس برای اینکه بره ایران. این که میگم نظر تبلیغاتی، خب وقتی که اونا میزنن کسی هم که تکذیب نمیکنه، به خاطر اینکه به هزار دلیل امنیتی خلاصه، ولی کلی سوء استفاده میکنه از این دروغگویی. تمام خبر دروغه، تمام این خبر دروغه. یعنی نه درخواست پناهندگی تا اونجایی که بنده خبر دارم شده است از اسپانیا، نه اسپانیا رد کرده است. کل خبر، ببینید این تبلیغات و این که میگه باجگیری و اولین چیزی که به ذهن فرض کنید من خواننده این خبر میاد قبل از هر چیزی اینه که ای پس جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داره که داره از اسپانیا باج میگیره مثلا، یعنی به این دلیل رد کرد پناهندگی یک ورزشکار تیم ملی هندبال رو که برای اولین بار در بازی های جهانی شرکت کرده. تونست اسپانیا بهش بگه نه بلا فاصله تا این گفت من میخوام پناهنده بشم. میدونین این بخش تبلیغات میانتوهی مطلق جمهوری اسلامی رو شما بگیرین در کنار همین که عرض کردم که رهبران القاعده رو در ایران نگه میداره، درسته که همکاری میکنه باهاشون برای بعضی از عملیات تروریستی که امیدوارم شما بتونین یکی دو تا نمونهش رو بگین الان برای اینکه همینجوری نگفته باشیم، ولی افسون بر این مسئله باج‌خواهی بسیار مهمه. چقدر روی این باج‌خواهی حساب میکرده و امروز چقدر میتونه بکنه جمهوری اسلامی؟ ببینید جمهوری اسلامی همیشه حساب میکنه، اصلا سیاست خارجیش همینه. ببینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی غیر از این نیست. یه موقعی علی اکبر ولایتی گفت ما یه جاهایی باید این برای اینکه به غرب بفهمونیم که بدون امتیاز دادن با ما کارش پیش نمیره، بیام سیاست خردگریزی عقلایی رو به پیش ببریم. خردگریزی عقلایی یعنی دیوانه بازی حساب شده. ولی خب این سیاست دیوانه بازی حساب شده شده کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شما از لبنان ببینید یه حزب الله کل اون کشور رو گروگان گرفته، چه کارا که نکرده. ببینید توی 40 سال چه جنایاتی در لبنان نکرده. بیا در سوریه نیم میلیون نفر مشارکت کرده کشته، در عراق مقاصد نخست وزیر رو بکشه، حالا بماند که 2003 تا کنون چقدر جنایت کرده، چقدر ترور کرده، این هم مال یمن. درست؟ پس این سیاست اصلیشه. حالا غرب چیکار کرده؟ غرب هم شما به درستی میگید اصلا اینا رو به رسمیت نباید بشناسه. یه حکومت چند بار اینا باید جنایت و ترور، چقدر جنایت و ترور بکنن که بگن آقا اصلا گفتگو با شما بیهوده است؟ نمیکنن. یعنی این سیاست مماشات متاسفانه اینا استفاده میکنن. به واقعش اینه که آقای فلاتی در مورد این سیاست مماشات، ریشه هاش، ابعادش،
در غرب اینا چه دلایلی دارن؟ یه بخشش تجاریه، یه بخشش ترسه، یه بخشش محافظه‌کاریه، کلی دلایل مختلف داره. این رو باید بررسی کرد. آخه شما ببینید، خب تفاوت تفاوتش بله؟ امروز با مثلا 30 سال پیش، من میدونین دو دهه اول بعد از انقلاب با امروز، آیا همون باج‌خواهی رو جمهوری اسلامی که در 20 سال اول بعد از انقلاب میتونست بکنه، آیا باز هم میتونه بکنه یا نه؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی چون در داخل ضعیف‌تر شده، چون حکومت ضعیف‌تره، تمام دنیا ضعفش رو در مقابل مردم دیدن، ورشکسته از نظر اقتصادی، اعتبارش کاسته شده، به حرفش هم دیگه اعتماد ندارن، دیگه اسیر این بازی‌های میانه رو و تون رو اینا کمتر میشن، نه که نه اصلا میشن، بنابراین دستش بسته تر شده. همین شما مثالی که زدید در مورد اسدالله اسدی، خب خوب بود دیگه. واقعا به نگاه بکنید، واقعش اینه که حالا اتریش کمتر، ولی آلمان و بلژیک و فرانسه متحدن و جدی ایستادن تا تش، جدی ایستادن. این رفتارها رو قبلا نمی کردن، این کمتر می کردن، الان جدی تر شدن. تحمل رفتار جمهوری اسلامی برشون سخت‌تر شده. دلیل اصلیش هم خود ضعف جمهوری اسلامی و اینه که واقعا ترمز بریده، یعنی کارهایی که داره میکنه دیگه خارج شده از این یکی و دوتا. ببینید، یه موقعی شما به غرب میگید که آقا اگه با من رفتار خوب نکنی، با من راه نیای، من میرم فلان کار میکنم، ولی وقتی فلان کار یا اون دیوانه بازی اوغلایی میشه تمام کارت، همه جا جنایت میکنی، دیگه برای غرب هم مماشات با تو دشوارتر میشه. به معنای پایان مماشات نیست، به معنای پایان باجدهی به جمهوری اسلامی نیست، ولی بسیار کمتر شده. دلیل اصلیش هم رفتار جمهوری اسلامی و بعد ضعفش در داخل ایران. آقای دایی، من برای اینکه دهان یاوه‌گویان بسته باشد ازتون میخوام که مثال، چه مثالی میتونیم بزنین از همکاری مستقیم جمهوری اسلامی با القاعده؟ خب ببینید، یه بخش کوچیکیش بخش عملیاتیه. اولا یه نکته رو من بگم آقای فلاحتی عزیز، شما بارها گفتید، من هم اینجا بازم تاکید بکنم، ممکنه برای برخی از هموطنان عجیب و غریب جلوه کنه که آقا این همه ترور با القاعده که اونا سنی‌اش، واقعش اینه که به رفتار جمهوری اسلامی در داخل نگاه کنید، کدوم جنایتی بوده نکرده؟ این برگردانش میره سیاست خارجی، هر کاری بگید در داخل کرده رو همون رو در خارج میکنه. در رابطه با القاعده هم این سند و گزارش فلان نمیدونم اندیشکده و فلان روزنامه نیست، رسما دولت ها گفتن، نه یکی نه دوتا، همه گفتن. من دوتا مثال از کارهای عملیاتی بگم و یه تصویر بزرگتری که نادیده گرفته شده. عملیاتیش یکیش 2003 که همین افرادی که شرکت در داخل ایرانن مال القاعده، زیر نظر جمهوری اسلامی در دهران عربستان عملیات کردن که به گفته وزارت دفاع و منابع آمریکایی و گزارشات رسمی دولت، زیر نظر جمهوری اسلامی این عملیات رو کردن، آمریکا رو کشتن. به تلافی چی بود؟ چون اینا میگفتن موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد، انتظار داشتن که مجاهدین رو دستگیر بکنن، تحویل اینا بدن، نکردن. اون موقع وزارت دفاع آمریکا زیر بارش نرفت، اینا به تلافیش این کردن. این یه نمونه. نمونه دوم، ژانویه 2020، همین یک سال و میشه دو سال الان بزودی، که قاسم سلیمانی رو کشت آمریکا، بلافاصله با استفاده از واحد سومالی القاعده یعنی الشباب حمله کردن به پایگاه آمریکایی در کنیا که آمریکایی رو کشتن در اونجا. یه حمله خیلی شدیدی هم بود کردن. از اینا زیاده، ولی تصویر بزرگتری عملیات کوچیک نیست. ببینید، استراتژی کارهای مهمی رو جمهوری اسلامی با کمک القاعده به پیش رفته. یکی بعد از حمله آمریکا به عراق بود. دو تا مثال رو میتونم مشخص بزنم که از سال 2003 بعد جمهوری اسلامی با همین ابو مهدی مهندس که کشته شد و همین ایرلو، حسن ایرلو که بود، اینا کمک کردن. حسن ایرلو سفیر حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی در یمن که گفتن، حالا شما بفرمایید آقای دایی. بله، که کشته شده، حالا یا زیر بمباران کشته شده یا کرونا گرفته بوده.
به هر صورت اینه که اینها کاری کردن که اعضای القاعده بعد از حمله آمریکا به افغانستان که خیلیشون به ایران اومده بودن، خیلیشون هنوز مخفی بودن تو افغانستان، کمک کردن از طریق ایران اومدن رفتن عراق، به اینا سازماندهی دادن، کمک کردن، ابو مصعب زرقابی و غیره اومده القاعده در عراق را انداختن برای حمله به آمریکا. این یک تصمیم استراتژیک سپاه قدس بود، این رو تا چند سال ادامه دادن، براشون اهمیت استراتژیک داشت خروج آمریکا. دوم در سوریه بود بعد از سال 2011 که ارتش آزاد سوریه تشکیل و بشار اسد در حال سقوط بود، اینا در پایان نزدیکای پایان سال 2011 با کمک بشار اسد این گروه های جهادی سنی که هستشون در زندان های سوریه بودن آزاد کردن. جمهوری اسلامی اجازه داد القاعده از ایران بتونه به اونا کمک کنه، سازماندهی کردن که سال 2013 جبهه نصر رو اینها رو تشکیل دادن در مقابله با ارتش آزاد و اینکه چهره اپوزیسیون سوریه رو بکنن جبهه نصر و بعدم داعش برید اومد. این دو کار استراتژیک بود که با کمک القاعده سپاه قدس انجام داد و کمتر بهش توجه شده. یعنی اون موقع که در ضمن میخواستن از جنگ داخلی سوریه استفاده کنن برای سرکوب القاعده، در واقع در سرکوب داعش در واقع در مقابل القاعده، نه سرکوب ارتش. ببینید تا سرکوب ارتش آزاد که بله، سرکوب ارتش آزاد نیروهای آزادی خواه که اصلا اون گروهای جهادی نبودن، اینا اومدن درست کردن که دنیا بگه که آقا مخالفین اسد اینان و بعدم بتونن یه جبهه‌ای باز بکنن در مقابل ارتش آزاد. خب ببینید آقای دایی، 20 سال پیش آمریکا به دلیل حضور رهبران القاعده در افغانستان طالبان به افغانستان حمله کرد و طالبان مجبور شدن فرار کنن. حالا سال هاست که منابع اطلاعاتی آمریکا با اسم و مشخصات رهبران القاعده رو در ایران شناسایی کردن. اگر صرف حضور رهبران القاعده در یک کشوری نمیتواند مجوز حمله به اون کشور رو صادر کنه، چرا 20 سال پیش آمریکا به افغانستان حمله کرد؟ خب من که شخصا هم به حمله افغانستان و هم به عراق مخالف بودم و الانم هر نوع حمله‌ای به کشور خودم رو مخالفم، کار درستی نیست، ولی اون طرفش مماشات هم غلطه. دلیل اینم که به ایران با ایران کاینا با جمهوری اسلامی کاینا مماشاته. بذارید من این مثال بدارم. سال 1382 یا 2003 حزب الله لبنان با فرماندهی مستقیم و مشارکت همین حسین دهقان که در ایران الان که وزیر دفاع بود که اون موقع در لبنان بود، اینا حمله کردن به مرکز تفنگدارای آمریکایی و فرانسوی، مرکز نیروی فرانسوی، صدها نفر کشتن. دولت ریگان بود اون موقع. دولت ریگان دو سال بعدش مشاور امنیت ملی خوش با هواپیما پنانی فرستاد ایران که با جمهوری اسلامی رفیق بشه با رفسنجانی. چرا؟ ببینید جمهوری اسلامی فقط این نیست که با ترور و کشتار میاد باجگیری میکنه، آن روی سکش هم استفاده میکنه در داخل. ببینید در درست برگردن در داخل سرکوب میکنه، اعدام میکنه، بعد میاد میگه که آقا شما بیاید به صندوقهای رأی رو بیارید، بیاید به صندوق رأی رو برید به اصلاح طلبات بده. این همان روی سکه است. در خارج هم همینه، میاد چی میگه؟ مماشا روی این سوار شده هستن که ببینید آقای آمریکا یا اروپا، ببینید این جمهوری اسلامی کارهایی که میکنه، ترور میکنه، خشونت میکنه در داخل نقض حقوق بشر، این کار تون راست بخاطر که شما باش در افتادی، باش خصومت میکنید. اگر شما باش دوست بشی، دست از خصومت برداری، اون میان راه معلوم نیست کیا در داخل تقویت میشن، بنابراین میاد از ترورش هم استفاده میکنه برای امتیازگیری. یعنی میاد آمریکایی‌ها رو در لبنان میکشه، ولی به آقای ریگان میقبولونه که آقا برو با رفسنجانی رفیق بشو، بهش لوازم یدکی بده، لوازم یدکی فانتوم بده. این سیاست که در داخل میکشه، بعد میگه برید به اصلاح طلبها رأی بدید، در داخل میاد ترور و این کارا رو میکنه، به القاعده امتیاز میده، بعد به اینها میگه که آقا برای اینکه اون تون رو این کارا رو نکنن، از القاعده استفاده نکنن، به بمب اتم دست پیدا نکنن، برو باش رفیق شو، بهش امتیاز بده. این اصل سیاست مماشات، یعنی توهم برای اینکه میشه با جمهوری اسلامی رفیق شد، دست از این کاراش برداره. در داخل هم میشه به طرف صندوقهای رأی رفت که این جمهوری اسلامی از سرکوب و جنایت دست برداره. اینا هر دوش در یه مسیر، این توهمی که بوده که بوده. خب بله، ولی الان 43 سال گذشته از تولد جمهوری اسلامی ایران و آیا من میخوام هر بحثی که میکنین نتیجه رو بگیرم از فرمایشات شما که آیا این سیاست مماشات همچنان
با همون قدرت ادامه داره؟ یعنی میخوام بگم امکانات جمهوری اسلامی خلاصه چقدره؟ میدونی بسیار تصویر تفاوت داره، نه که چارچوب عوض شده. جمهوری اسلامی عرض کردم خدمتتون ضعیف شده، رفتارش هم ترمز بریده، کنترل خارج میخواد بمب اتم هم داشته باشه. نتیجه چی شده که جدیتر در مقابلش میرسن؟ این تحریم‌ها رو ببینید، رفته به سریلانکا نفت فروخته، پولش رو نمیده، میگه بیا چایی بگی. به عراق، عراق که بیشترین نفوذ رو در اونجا داشته، کارش رسیده به اینجا که حرفش پیش نمیره، میخواسته نخست وزیر رو ترور بکنه، به شدت ضعیف شده در منطقه، در خارج، در داخل بسیار ضعیفتر شده و این اساس ضعفشه که باعث ضعف دستگاه مماشات شده. مقایسه کنید اون موقعی که ظریف میخواست بره برجام رو امضا بکنه، جان کری با ظریف تو خیابون قدم میزد، با هم رفیق شده بودن. الان که باقری رفته اونجا، نگاه بکنید، اصلا قابل تصوره که کسی با رئیسی مثلا دوست بشه، با باقری دوست بشه. دو دنیای متفاوته. جمهوری اسلامی اون دستکشای نرمشو کنار گذاشته، چهره خونین و دست پری خودشو داره نشون میده. در داخل ضعیف‌تر شده، سیاست مماشات هم ضعیف‌تر شده. پایانش نیست، باید کار کرد، خیلی کارا باید کرد، ولی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده، کاربرد سیاست مماشات کمتر شده. دو به صدا نمیگم کامل پایان یافته، ولی به شدت ضعیف‌تر شده. در مقابل جمهوری اسلامی جدی‌تر می‌ایستن، چه در منطقه که ضعیف‌تر شده، چه سیاست مماشات، چه لابی که دارن می‌کنن در همه این زمینه‌ها ضعف جمهوری اسلامی می‌بینیم. در یک کلام نگاه بکنید، ببینید در داخل همین دکان اصلاح طلبی که آن روی سکش مماشات بود در خارج کشور، ببینید چقدر بی‌اعتبار شده. در خارج هم همینطور بی‌اعتبار شده. به این معنا نیست که رفتن به سیاست جدیتر به طور کامل و دستگاه عوض کرده، نه، به شدت ضعیف شده در سیاست مماشات. قدرت باجگیری جمهوری اسلامی کمتر شده، در داخل هم ضعیفتر شده، ولی هنوز مسیر. آقای دایی عذر میخوام، در این فهرست عملیات تروریستی جمهوری اسلامی که یا مستقیم یا طریق گروه های نیابتیش نگاه میکنیم، انفجارها و کشتار شهروندان خارجی وقتی نگاه میکنیم، عرض کردم من تو مقدمه که کنیا در قاره آفریقا بیش از کشورهای دیگه محلی شده برای فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی که حتی تازه ترین در همین دو ماه پیش هم باز دوباره چند نفر گرفتن در همین پیوند. چرا کنیا؟ بسیار مهمه آقای فلاحتی. ببینید امروز این رو به یاد داشته باشید که این بحث یمن که کنیا به همون ربط خواهد پیدا کرد، میشه مسائل جدی. راجب سوریه تا چند سال بعد از دخالت سپاه قدس که صحبت نمیکرد، الان بحث یمن مسکوت مونده. راجب ایرلو بحث میشه که اونجا بوده اونا. ببینید این بسیار آفریقای شرق آفریقا که میشه در حقیقت این ساحل دریای سرخ، این طرفش هم یمنه که میشه تنگه باب المندب، برای جمهوری اسلامی اهمیت استراتژیک داره که بتونه این آبراه رو، آبراه دریای سرخ که میخوره به کانال سوئز رو، کنترل بکنه. اصولا شمال آفریقا هم براش مهمه که بتونه از اونجا اسلحه برسونه به نوار غزه، براش بسیار مهمه. ببینید الان که نشون میده این دریای سرخ میره بالا، میرسه به کانال سوئز، بعدم میرسه به مصر. جمهوری اسلامی از طریق سودان در اونجا کارخانه اسلحه سازی داشت که اسرائیل بمباران کرد، حالا روابطش خراب شده، تحت فشار عربستان جمهوری اسلامی بیرون کرده. از طریق سودان و اینا، از صحرای سینا، یکی از منبعهای اصلی ارسال اسلحه و موشک به غزه بوده. سومالی که پایین‌تره، اون رو هم جمهوری اسلامی به همین الشباب و این گروه ها دست داشته، میخواد دریای سرخ و بعدم اون طرف یمن رو کنترل بکنه. براش بسیار اهمیت داره، بتونه از دنیا باج‌خواهی بکنه. الان در یمن جمهوری اسلامی پیشروی های جدی کردن، این انصار الله و اینا، مسئله بسیار مهمه که باید در یه برنامه بحث کرد، بسیار مهمه. ببینید ارزش استراتژیک برای جمهوری اسلامی و خطرش بسیار زیاده. حالا چرا کنیا؟ کنیا مرکز عملیاتی آمریکا، سفارت آمریکا و اسرائیل علیه همین برنامه‌های جمهوری اسلامی، درست؟ مقابله هم کرده. جمهوری اسلامی هم عملیات تروریستی در اونجا میکنه. حالا تصور بکنید تو کنیا جمهوری اسلامی 3 درمانگاه بیمارستان درست حسابی درست کرده از پول جیب مردم که دولت کنیا به اجازه فعالیت بده، ولی میره این کارا رو میکنه. جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های مثل القاعده و گروه‌های جهادی که در سومالی و سودان هستن،
در کنیا عملیات میکنه، ولی بخش مهمش به دو دلیله. یکی همین که میخواد کنترل در به اصطلاح دریای سرخ رو داشته باشه، تو این کشورها نفوذ داشته باشه، برای همین ضربه بزنه به اسرائیل و آمریکا تو کنیا باشون مقابله میکنه. یکی هم همین که مرکز عملیاتی آمریکا و اسرائیل که در سفارتخونه هاشون در کنیاست رو میخواد تلافی بکنه، که بسیار هم در این زمینه ناتوان بوده. تمام اقداماتی کرده به غیر از این حمله‌ای که الشباب کرد دو سال پیش همش ناکام بوده در حقیقت. ولی دلیل اصلیش مسئله دریای سرخ، تنگ باب المندب. ببینید در سودان بود بیرونش کردن، در جیبوتی بود بیرونش کردن، در سومالی الان با القاعده هست، در کنیا میخواد حضور داشته باشه آمریکا و اسرائیل، نمیذارن. الان تمام تلاشش گشته برای کنترل یمن. اگر این الان در اون استان معارب جنگ بسیار شدیدیه که دو ساله در جریانه، انصار الله خیلی پیشروی کرده، اینا اگر بتونن پیروزی نظامی در یمن به دست بیارن قدرت باجگیریشون بالا میره. در شرایطی که تو منطقه به شدت ضعیف شدن، این پیروزی براشون اهمیت بیشتری پیدا کرده. این مسئله جدیه که باید مردم ایران توجه داشته باشن. ما باید از هر امکانی که قدرت باجگیری به جمهوری اسلامی دیگه کمک میکنه به ماندنش در قدرت در ایران، باید باش مقابله بکنیم. آی دایی، همین اخیراً ما توطئه رو بودن همکارمون مسیح علی نژاد رو در خاک آمریکا داشتیم که مامورای جمهوری اسلامی می‌خواستن این عملیات تروریستی رو انجام بدن که خب لو رفتن. آیا سوال اینه جمهوری اسلامی علارغم اینکه دستش در عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی تا حدود زیادی بسته است، حوزه عملش رو به قاره آمریکا گسترش داده، مخصوصا که میدونیم میتونه با پول مزدورایی رو برای عملیات از بین قاچاقچی های مواد مخدر و بزهکاران در آمریکای جنوبی و مرکزی اجیر کنه و در واقع از طریق اونها، حالا با هدایت مامورای نیروی قدسش مستقیم در آمریکا، مثلا یه چیزایی مثل همین عملیات آدم ربایی که اشاره کردم در آمریکا رو انجام بده. ببینید آقای فلاحتیزی، این جور به اصطلاح مسائل رو نباید به حدس و گمان گذاشت، باید هوشیار بود. این اقدامی که می‌خواستن بکنن باید باعث هوشیاری همه بشه، هم سیاستمداران آمریکایی، هم دولت آمریکایی و نهادهای آمریکایی، هم خود ایرانیا. واقعش اینه که درست می‌فرمایید، تمام کارشناسا بر این باورن که سپاه قدس به کمک حزب الله سلول‌های خفته در آمریکا داره و اینها رو یک روزی استفاده خواهد کرد. براش اهمیت بسیار بالایی دارن این سلول‌ها و نمی‌خواد اینها هم زیر تهدید قرار بگیرن که بین برن. برای یک روز مبادا اینها رو نگه داشته. ولی به حدس و گمان، مثل یکی با یکی از این دوستان خبرنگار صحبت میکردیم، میگه حالا فکر میکنین که مثلا جمهوری اسلامی اگه بمب داشته باشه، بمب هسته‌ای، به اسرائیل حمله بکنه. گفتن شما وقتی اسرائیل باشی، یک کشور کوچک، دیگه نمیتونی به حدس و گمان و تحلیل من توجه بکنی، میگی ممکن استفاده بکنه، اینو جدی میگیری، باش مقابله میکنی. ما هم باید این رو جدی بگیریم. اینا کسی که تردید ایجاد میکنن که این عملیات آدم ربایی نبوده و اینها، اشتباه میکنن. حالا اگه غرض نشته باشن اشتباه میکنن، این در ذات جمهوری اسلامیه و این رو خواهد کرد. حالا اینکه کلن انتقال داده رو من فکر نمیکنم، براش بسیار هزینه بالا داره. اینجا دستگاه سیاسی آمریکا خیلی خوب عکس العمل نشون داد، جدی بود در مقابلش. اینا بهای زیادی خواهند داد. و دومی که عرض کردم، اون ارزش استراتژیکی که اون سلولای خفته براش داره، ریسک زیادی نخواهد کرد. نه که اقدام عملیاتی نکنه، نه که این جزء ذات جمهوری اسلامی، ولی همه باید هوشیار باشن، باید این مسئله جدی بگیرن. آقای دایی، قاچاق مواد مخدر چقدر زمینه فعالیت جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده و الان در شرایط فعلی جمهوری اسلامی چقدر میتواند هم از نظر استخدام مزدور و هم از نظر مالی به این شبکه‌های قاچاق در واقع تکیه بکنه؟ کمتر از 3 دقیقه وقت داریم متاسفانه. بله، من اینو فقط بگم، خوب خیلی سریع بگم خدمتتون. واقعا واقعش اینه که خود من سالها پیش که راجع به همین تحقیق میکردم، برای خود منم شگفت‌آور بود که اینو واقعا مواد مخدر در این سطح در جهان. واقعش اینه که خود آمریکا وقتی اولین بار اینو کشف کرد شوکه شدن. این واقعیه، این فقط دولت آمریکا و چند تا نهاد نیستن، دولت‌های اروپایی، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، همه این رو تأکید کردن. ببینید جمهوری اسلامی 3 مرحله داشته. مرحله اولش تو کار مواد مخدر همین افغانستان بوده، در حد به اصطلاح برای جمهوری اسلامی مثل کودکستان بود، یه بقالی مثلا می‌رفته اونجا که هروئین هم برای اینکه قاچاقچیانی که به ایران می‌اومدن کنترل داشته، هم به اروپا.
مرحله دومش که بعد از زمان احمدنژاد که رفتن آمریکای لاتین در ونزوئلا که مستقر شدن و اینا به کمک کارتل‌های مواد مخدری که به خصوص در کولومبیا هستن، در آمریکای لاتین مکزیکی و کولومبیایی وارد مواد مخدر در سطح بین‌المللی شدن، فروش شدن، شبکه‌های بین‌المللی شدن، بسیار جدی بود در کوکائین. این صحبت برآوردهای اطلاعاتی آمریکا و نهادهایی که اروپایی و آمریکایی از اون طرف خدمت دولت‌ها، این دیگه گزارش روزنامه ها نی، حتی پیش بینی میشه که هم فروشش شبکه‌ای که در آفریقا و آسیا به کمک حزب الله دارن، مسئولش هم قاسم سلیمانی و این عبدالله صفی الدین که نماینده حزب الله در تهرانه که تحت تعقیب بین‌المللیه که میشه عموی همسر زینب سلیمانی، چون زینب سلیمانی رفته با پسر هاشم صفی الدین ازدواج کرده، عبدالله صفی الدین برادر هاشمه که در لبنانه، اون در تهرانه. به صورت این شبکه که خیلی صحبت از اینه که یه چیزی حدود 200-250 میلیون در سال از فروش مواد مخدر درآمد داره، پولشویی که هم برای خودش میکنه هم برای دیگر کارتل ها گزارشات جدی هست تا 2 میلیارد دلار. این میشه مرحله دوم، یعنی شد یه شرکت چند ملیتی بین المللی جمهوری اسلامی در مواد مخدر. اخیرا در چند سال اخیر حزب الله لبنان و در خاک سوریه به کمک بشار اسد اینا اومدن قرص های محرک و اعتیادزا کپتگون و اینها رو شروع کردن در سطح زیاد. پارسال این در فکر کنم تابستان پارسال بود که در ایتالیا محموله 84 میلیون قرص ارزشش رو ایتالیا برآورد کرد، 1.5 میلیارد دلار ارزش فروشش در خیابان، اینو در به همه کشورها صادر میکنن در سطح صنعتی. یعنی در حقیقت شده مثل یه شرکتی که مثلا بله. خیلی ببخشید، وقت پایان یافت. خداوند انشالله ریشه ظلم رو بزنه انشالله. ممنونم از شما، لطف دارید، ممنونم. بریم پرده آخر. این میز نجسه، یعنی یه قطره ادرار پسر بچه ریخته اینجوری که پاکی لازم نیست چندش. این باعث شده که بعضیا خیال بکنن که اصلا ادرار پسر بچه شیخار پاکه. بعضیا اینطوری خیال میکنن، میگن پسر بچه است پاکه. اما دختر بچه اینطور نیست. بعضی از علما میگن حکم دختر بچه شیخارم همینه، ولی بعضیا میگن نه، چون حدیث صحیح رو آورده ما فعلا قدر متیقنمون پسر بچه است. دخترک بچه اگه بود مثل بزرگ بگیرین و دوبار گسالش هم گرفت. شب و روزگار خوش.